سلام دوستان عزیز، خوش اومدید. یه مهمون داریم. خاطرم سری دوست عزیزمونو بیاریم بالا. سلام، سلام، چطوری شما؟ خوبی؟ سلام عشقم، چطوری؟ خوبی؟ خیلی خوش اومدی. من همیشه خوش می آیم، تو چشای من نگاه کن که همین جوری می آیم. ممنون، زنده باشی. مرسی که دعوت منو پذیرفتی و مهمان من لایو من شدی. من تو رو توی لایو زیاد دیدم. زیاد می لایو نه؟ من لایف گذارم. یه بار دیدم به تو لایو اشکان، تو لایو اشکان تلوی رفتی؟ به اسفن میشناسم ولی خب خیلی هر شب لایف میذارم. لایف زیاد رفتی یادم. خب تو لایو فود رفتی؟ فود نام چه؟ فود کیس میشه؟ یه تتو روی چی؟ همینجا میرم. خیلی خوش اومدی. اسمت چیه؟ بنده معنی بودم. معنی بودم معلول. آه هم معلول بگو تا بره. معلول بگو بره. لحجت کجاییه؟ من بچه قشمم، جزیره میگم شهر در میگم جزیره قش، شهر درگان، استان هرمزگان. خیلی هرمزگان، خیلی هم عالی. چند سالته؟ 20 سالمه. 20 سالته. خب من اولین باری که تو رو دیدم توی اکسپلور دمت و اینکه خب همیشه هم تو اکسپلوری میخواستم بهت بگم و به خاطر اینکه عشق کفتری، درسته؟ عشق کفتری، عشق خیلی چیزای دیگه هم هستیم. و اولین کلیپت هم این بود که دوست دخترت کات کرده بودی، درسته؟ خب فدا سده دوست دختر خیلی مهم نیم، فقط مهم کفتره. خب حالا ما میخواییم هم دیگر رو به چالش بکشیم. یه سواله خیلی قشنگ تو، یه سوال من بفرمی. من چون شما بزرگتری شما شروع کن. من چه سوالی بشتم؟ شما بال علیرضا قاد علیرضا باقری هم دار گرفتی نه؟ علیرضا باقری شوهر سابقم بود عشقم. آه این لایو گرفتی بودی، چه گپایی میزدید با هم، چه گپایی میزدید. آقای باقری شوهر سابقم بود که الان طلاق گرفتیم. یعنی این قبل با آقای باقری ازدواج کردی بودی؟ ما ازدواج نه، مثلا توی عقد بودیم، میخواستیم همدیگر رو بشناسیم، ولی از اونجایی که میدونی که بعد یک سالی تو عقد بودیم اینا، ولی دیگه من کنسلش کردم چون به هم خیانت کرد. چیکار با کی رفت؟ کدوم ساخت؟ با بهترین دوست من. دوستت کیه؟ غلط کرده گوه خورده. تو بهترین چیز بیدی، تو رو فکر کردی رفتی با اون رفیق خیلی آدم کلم ساخیه. آره من نمیخواستم یادم بیاد دوباره این لحظه های بدو، ولی به هم خیالت کرد. ولش کن، بیخیالش شو، اون لحظه ها گذشته. گذشته به تاریخ پیوندن، پیوند تاریخ هم به ایتمند بندیده. الان از اون زمانی که عقد بودم با آقای باقری 10 سال میگذره، ولی الان دیگه فراموش کردم. تو گفتی دوباره یادم اومد. آره یادآوری از روزهای قدیم خیلی قشنگه، زیباست. اگه یادت بیفته چه روزهای قشنگی داشتیم خوبه. درسته. خب اوکی، الان من از تو میپرسم، تو چی؟ تو 20 سالته، از هرمزگانی، تو به چی علاقه داری؟ تو دختر دوست داری یا پسر؟ والا به من فرق نمی کنه، دختر پسر هرچی باشه. میزن ببخشید میگم میدی دادم؟ نه میگردم، من رفاقت میکنم، از اون بچه های مثبت 18 نیستم. ها یعنی خواجه ای؟
آجم نیستم، مگه آمده فرد حالیمه. خب پس چرا؟ اگه پس چرا نمی کنی؟ نگاه کن، من چی رو به یه دختر مردم بدم بدم بکنم در صورتی که میدونم آخر عاقبتش چیه؟ نه من خودم رو میگم، تو منو میکنی؟ اگه خودت اجازه بدی با اجازه دوستات. بله بله اوکی، خب خوبه، میدونی که من پسرم. مشکل نداره، اونو که داری. چی رو؟ پشتی رو داری؟ خب عقبو دارم، سوراخمو دارم، ولی فقط میخواستم بهت بگم، چون میدونی چیه، مثلا من چون صورتم دخترونه است، بدنم دخترونه است، همه فکر میکنم من دخترم، ولی میخوام به همه بگم که من پسرم، بعد مثلا وقتی میرم تو برنامه سورپرایز نشن. فرقی نمیکنه، تو خوشگلی، اینقدر خوشگلی، تو شاد نگاه میکنم فکر دختر میکنم، و حال من فرقی نمیکنه وقتی نگاهت میکنم فکر یه دختر زیبا میکنم. من چه شام تو رو گل میده توی حرفام، میخوام باهات رپ کنم، میدونی سر صدا میاد تو سرم، میخوام تو رو ببرم. خب یعنی چی؟ تو میخوای مثلا منو بکنی ولی ذهنت جای دختر باشه؟ اینکه به من خیانت به من چه؟ خود نگاه کن، من فرق نداره، تو خرم بیاری میرم سوارش. خب نه، منظور میگم تو، خب من دوست دارم تو وقتی که منو میکنی به من نگاه کنی، فکر کنی داری منو آریانو میکنی، نه اینکه بگی مثلا منو داری میکنی یه به فکر یه دختر باشی. خب مشکلی نیست، تو رو حسابی نگاه میکنم، گرد میکنم، میدم باش. میدم فقط یه صدای موزیک شماست داره میاد. موزیک تو کن صدا نمونه ها موزیکی جا. آره میشه اگه موزیکو کم کنی صدا خودتو بشنویم. خب حالا تو موزیکو کم بکن، بفهمی تو بپرس. من چی بپرسم؟ هرچی، یه سوال، یه سوال من، یه سوال تو، بفهم، نوبت شماست. وای چه شای شهلایی داری. مرسی ازم، لطف داری. الله تو بپرس، سوال بپرس، نه اینکه شهلایی. سوال خب وقتی تو رو میبینم به فکر و مگر سوال نمیفتم. خب من گفتم سر موزیکو قد صداش بلندتر شده انگار. موزیک کم بکنه. سوالی. من میگم صدا موزیکو کم کن، موزیک خاموش کن، صداش بلندتر شد. خب سوالتو بپرس. من سوال خاصی ندارم. چه سوال بپرسم؟ هر چی دوست. چند سالته؟ چند سالته؟ اوکی من یه معرفی کوچیک بهت میکنم که تو منو قشنگ بشناسی. من اسم کوچیک تو شناسنامه اسمم باقره، توی تو مجازی بهم میگن آریان. طفلم 18 سالمه، 2 ماه پیش تولدم بود که فیلم تولدم تو پیجم هست و اینکه با افتخار کون میدم، مشتری میگیرم. با چند کون میدی، پول میگیری؟ چقدر میگیرم؟ من شب تا صبح 100 تومن، یه بار بکنی 50 تومن، ساک 30,000 تومن، رو شهر لاپایی 25 تومن، نگام کنی جرق بزنی 5 تومن. هم سیارم هم خونه. آره هم میتونی خونه خودم بیای، هم میتونم سیارم بیام تو خونتون. یعنی تو مثلا اونشو که دستگاه جوش هست نتن خونه مردم جوش هست نتن در من هم پیکران خونه همونطوری. من هم مثل دستگاه جوش هم، هر جایی که مشتری باشه میرم، مثلا تو هرمزگانی میام بندر، مثلا یکی تهران میرم بند تهران، یکی مثلا شمال میرم شمال، فرقی نمی کنه. ولی اگه کسی که بیاد خود تو ما تهرانی، خود داخل تهران نشستی که. نه مثال میگم، حالا تهران درست تهرانم، ولی اگر حالا جامو نگو تو لایف، مرسی، مثلا میگم اگر تو بندری، مثلا از اونجا میام پیش شما. ولی تا جایی که من میدونم تو قبلا جا تو گفتی، اگه یادت باشه لایو هادی حسرت رفتی بودی، اون دیگه بچه قش بود. خب حالا بب نداره، میگذاریم. بعد اینکه دیگه نوبت منو بپرسم، کدوم سرویس رو دوست داری با من انجام بدی؟ سرویس چیه؟ کارداش؟ نه بشودم سرویس یعنی؟ نه یعنی کدوم سرویس دوست داری برای من انجام بدی؟ طلا
بگیرم برات. نه اذیت هم نکن محمد. اذیت نمیکنم خود، رو راست بگو چی میخوای. خب میگم سرویس دیگه، اذیت هم نکن. سرویس یعنی چی؟ سرویس طلا میخوای؟ سرویس اتوبوس میخوای؟ چی میخوای؟ یعنی منظورم اینه که تو کدوم سرویس میخوای من برات انجام بدم؟ یعنی سرویس بهم بدی؟ سرویس آره شرط چیه؟ کدوم سرویس شرط دوست داری بهت بدم؟ اتوبوس داری؟ اتوبوس ها چه؟ خب من که به تو شب تا صبح میخوای، یه بار میخوای، لاپایی میخوای، ساک میخوای، اینه سرویس ها. من نگاه میکنم ولی من فقط یکی میزنم داخل بعد در میارم، همینو بس. خب پس یه بار میخوای میشه 50 تومن. آه خوبه، ولی میخوام یه معامله، میخوام یه معامله بکنم. یه کفتر بهم بده، یه کون را بدم. مشکل اینه کبوتر بهت میدم میزنم اوکی. ولی من عاشق کفتر چیزم، یعنی یه کفتری که تخ بذاره. کفتر داری که تخ بذاره؟ کفتر دادم بچه که سوالتونم بذاره بدا. آره من میخوام یه کفتر کنم که تخ بذاره، بعد بچه هاشو من بزرگ کنم به خاطر همین. پس یه کفتر ازت میگیرم، یه کون میدم. آه تو یه کفتر تو بچه بخوای، تو بعد بخوای بچه کفتر بزرگ کنی، بلدی بزرگ کنی؟ خب من خودم قبلا کفتر باز بودم، تازگی ها کون شدم. آه پا ما نفهمیدیم تو اسطوره کفتر بازی. اوکی آره من قبلا کفتر باز بودم، ولی به خاطر شرایط اقتصادی و که بیزنسم شکست خورد و برشکست شدم و پول نداشتم، شروع کردم به دادن. بیزنس تو توزیع بیزنس چه؟ پول مولن چه؟ بیزنس یعنی اینکه کون میدم پول میگیرم دیگه، همین بیزنس. من یکی بیزنس ادا کسی گو بمی اگر بوده بیزنس کار بکن بدیگر نارم رو گریم. خب نه بیزنس قبلا هم کفتر میفروختم، کفتر صادر میکردم به کشورهای خارجی، مثلا کفترا رو میفرستادم مثلا اروپا، آمریکا، کانادا، اونجا. بعد الان دیگه کفترام تموم شد، یه شب اومدم خوابیدم، صبح بیدار شدم گربه همه کفترامو خورده. وقتی بلند شدم سکته زدم، رفتم بیمارستان 6 ماه تو کما بودم. بعد اومدم افسردگی گرفتم، دیگه پول نداشتم کفترامو بخرم. کفترام تو که کنو کبوتر محمد یه گربه خرده بوده، محمد سگ دیگه خرده بوده، رشگو دیگه خرده، ولی انتقام سختگین یه چونم گه. آره خیلی خوش. بد خیلی بد بود. بعد دیگه شروع کردم به دادن. خب تو پس سرویس یک بار رو میخوای یه بار میکنی توش میاری بیرون، میشه 50 تومن. ولی چون 50 تومن نمیگیرم، یه کفتر ازت میگیرم. خب الان نوبت توه، بپرس ازم. یکم فیگری دهگیر کنندن چی بپرسم ازت؟ هرچی هر سوالی بپرسی جواب میدم. شما کفتر چنه؟ من الان کفتر هیچی ندارم، همه کفترامو گربه خورد. چی تو مغزم نمیاد، خودت بپرس. هیچی تو مغزت نمیاد. اوکی الان مجردی یا الان دوست دختر داری یا بدون دوست دختری؟ والا من دوست دختر دوست دختر یکی بودو پیداش نی، نه انگار دوزی زدن پیدای نی. اوکی تو 20 سالته، تو الان به عنوان یه پسر چه دختری دوست داری؟ مشخصاتشو بهم بگو. چه دختری دوست دارم؟ نگاه کن دختر که بیاد تو این اینستاگرام مشخصه که ده دو چوکلک دو مال جر تا پسر دو مالشه. اگه بیاد خوراک بیاد تو این اینستاگرام وقت بچه و بزرگ کردن بچه و اینجور چیزا نداره، خواستن که افتضاح. یک زنی میخوایم که زیاد اینستایی نباشه، بیشتر با ما باشه. خب چون که دختری که اینستایی باشه مشخصه که یکی با یکی در ارتباطه، ولی به هر حال باید مثل خروس لالی حواس جمع باشه رو دوست دختر نه رو زنه همون، چون که این زنها یعنی مکارن. نه تو دوست دختر یا زن میخوای؟ به حال ما فرق نمیکنه، یا سیخه میزنی یا ازدواج میگویی تموم شده.
تموم شد. نه منظورم این که چه جور دختری دوست داری از نظر استایلی بهم بگو. مثلا من یه پسری دوست دارم که من مثلا یه شوهری دوست دارم که مثلا قد بلند باشه، هیکلی باشه، سایزش بزرگ باشه، ورزشکار باشه، پولدار باشه. تو چه دختری دوست داری؟ من دختر دوست دارم لاغر باشه ولی اندامی باشه. جلو بندیش خیلی جلو نزنه، پشت بندیش کلوف، پشت بندیش یکم بیرون بزنه. نه دیگه بیرون بزنه همه چکل کن شوا کلا نمو چیون جیجه کنی چه داری ماس بزن کنی چه اصلا پسون مسونی چه داری یا خودت تو لو بچه خوب دی. آه درسته. بعد چی معلول تو چیز از یه دختر چیشو بیشتر دوست داری؟ سان نمیشه واسه سوسش، دختر واسه خود دیگه میدونی به خاطر کسش. خب اوکی درسته فهمیدم. تو بپرس. تو بپرس. چی بپرسم ازت؟ هر سوالی که تو ذهنت از من میخوای منو بشناسی بپرس، من جواب میدم هر سوالی. شما که لای میذاری و این همه آدم خانواده دعوت نمی کنه؟ خب نه، خب من کونم، من تنها چیز میکنم، من تنها زندگی میکنم، با خانوادم نیستم. آه اینجوری برای چه حل؟ آره نه، من چون من که با خانوادم نیستم، با خانوادم زندگی نمیکنم، خودم زندگی مستقل خود دارم. الان من به 30 سال تنها زندگی میکنم. خب چی ببورم و چه بعد از این که داری میدید بعضی ها نمیدن و بعضی ها بخوان این کار انجام بده، کار تو رو هر کسی نمیتونه انجام بده. من اعتقاد دارم ببین کار من خیلی سخته، یعنی هر کسی نمیتونه کون بده، ولی من چون از زمانی که آره چون خیلی کون دادن سخته و من از این که الان کونم خیلی خوشحالم، به خودم افتخار میکنم، چون به نظر من آقا معلول هر کون دادن زمین آدی، یعنی هر کسی نمیتونه بده. الان تو رو بذارن سر خیابون $100 رو بذارن کسی رو نمیکنه تو رو، ولی من چی؟ الان منو بذارن وسط خیابون $1000 رو میریزم فقط نگام کنم. به خاطر همین من چرا کون شدم؟ چون زمینه شو داشتم، چون عاشق کی بودم، کی دوزم. زیباییشو داشتی؟ بله زیباییشو داشتم، خوب بود، ماشاءالله لاغرم، سفیدم، همه چی اوکیه و خیلی این کار علاقه دارم. از بچگی زمانی که اصلا تو کمر بابام بودم عاشق این بودم که وقتی به دنیا میام در آینده یک کون موفق بشم. و اینجوری بوده. آره دیگه دیگه فکر نزدم چیزی تو کلم نامونه. خب بیار یه چیزی تو کلت فشار بیار. خدایم نه اون چیز تو کله ما همه میزنم جمجمه باد بس صدا نمیاد تو سر مال. بیا ببینم چی میخواد. شده میگه آریه نگه خیلی شده کونی واسه ما. ای میگه دستم بالا کار هر کسی نیست کون داده. حالا هرچی داره میگه ملا آجی خست کلا همه چاست فلا. من تو رپ همیچه کلا پلا میزنم و میکوبم و در هم بگم واسه خستم میگه جکسم بگم دنیا همینه که داره میبینی تو سر وقتی دورم میبینی این که میبرد بپرم. هی نگو دستان فرمونه حرفو میده چلو ببینم چی میگه بام. یه 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 چی بود؟ جک جک نگیده. خب بگو بخون قشنگ بود. آیه هر کسی دیگه چی حالا من بپرسم معلول تا حالا تو 20 سالت کون کردی؟ پیرمت بچه جوون زیاد. خب پیرمرد حالا؟ حالا پیرمرد اسمشو نمیاریم خودش. خب کردی یا نه؟ چیکار کردی؟ خودش میداد دارم میگم میداد ولی خب دیگه ما یه بار زدیمش دیگه گفتیم پیره، گناه داره، زشته، توبه کردیم، استغفار کردیم، دیگه دست میچیدا نمیزنم. اون زمانی که من 11 سالم بود از این غلطا میکردم. نه بعد 18 سالگی دیگه نکردیم، استغفار کردیم. آیسا
خب یعنی به نظر تو مثلا الان من که پسرم کون میدم باید توبه کنم؟ نه من که کون ندادم، ما کردیم. خب نه نه میدونم، اصلا در کل اصلا سوال میکنم نظرت چیه، من که پسرم کون میدم باید توبه کنم یا به کارم ادامه بدم؟ و از نظر من اگه میدونی این رو تخمکات مشکل نمیاره، اگه خود یه وقتی بخوای زن بگیری مشکل بهت پیش نمیاد، چون که اینا که دامیزن یه اگه مگم چه مشکل های افونتی نمیاد سرت. خب من چیز دارم، زن دارم، بچه هم دارم، اونا رو که دارم دیگه نمیخواد دوباره بگیرم. نگاه کنه، چون بعضی اونه که مینم کون به خاطر که کیرشون بلند نمیشه، برای همین کون میدن. نه من کیرم بلند میشه، من خودم زن دارم. اگه بلند میشه چرا کون میده؟ کسی که کیرش بلند نمیشه میده کون میده که این خارکش تا سیخ نکنند به توش بلند نبود. خب نه من خانومم اینجاست، حکیم خانوم الان میگم بیاد ببینه تش. حکیم خانوم اینجاست، دو بچه دارم، رسول، جمشید. حکیم خانوم زنمه، من به خاطر که کونم میخوره کون نمیدم، من به خاطر که کون میدم خرج زندگی ما بدم. اون وقت توی تهران کاروبار دیگه نیست؟ ای بابا میگم شهر من اسمشو نیار. خب بابا این کاروبار دیگه نیست نه؟ الان به نظر تو من هر جا برم، تو الان تو اگه مثلا یه بیزنس داشتی منو اجازه میدادی برات کار کنم؟ اگه من بی حالش راست میگم تو بهتون نمیدن به خاطر اینجور کارات دیگه، پوتی که هم بدی کار کنی همه میخوان تقه تو بزنن. بکنن خب میخوام بکنم، پس چرا پس همین راحت برم تو دادن که دیگه شغلم و پولشو بگیرم. من الان زنم اینجاست، حکیم خانم، الان بهت میگم بیاد باهاش صحبت کنی. خب بیا شما حکیمه بوده. حکیم خانم عزیزم برو یک چادر یه چیزی بپوش بیا با آقا معلول صحبت کن. خود عزیزم آره نه میخوام بهش ثابت کنم، نه یه چادر یه چیزی بپوش فقط بیا، کسی نیست تو لایف عشقم. بعد آره ببین من الان 5 سال ازدواج کردم، 2 تا بچه دارم، 2 تا ایشون هم 6 سالشونه بچه هم. بعد مدرسه الان هنوز نیومدن چون مدرسه شبونه میرن، صبح ساعت 6 میان، 12 میرن تا 6 صبح. بعد من به خاطر که هیچ جا بهم کار نمیدادن و زن داشتم و بچه داشتم مجبور شدم کون بدم. دوست نداشتم. ببین من از این شل ناموسا نیستم که برم جلو ناموس مردم رو بگیرم برم از دیوار کسی بالا دزدی کنم. نه. اینا تو کار من نیست. تو فقط میدی پول تا هم بگیر میادی زنده بادست. یعنی تو درست‌ترین کار رو داری انجام میدی، داری میدی به مردم های میدی، پولم از کون خودت داری میدی. بگم پول از خودت درآمد در میاری و ناموس مردم و ناموس مردم استفاده نمی کنی و از خودت مایه میذاری. به خودت افتخار کن. من افتخار میکنم قربون اون کلام خوشگلت بشم خوش زبون. ببین آقا معلوم، آره آقا معلوم، ببین من الان زن دارم، 2 تا بچه دارم. خب بچه‌م 8 سالشه، زنم هم 3. من الان قبلنا که کار میکردم بیزنس کفتر داشتم برشکست شدم، تازه تو عقد بودم. بعد به خانومم گفتم خب تو ببین ماها تو سنت ما یه بار ازدواج میکنی، من با لباس عروس اومدم بعد با کفنم برم خونه بابام. یعنی طلاق ملاق نیست من به بابام بگم آره من نمیتونم زنمو پول بدم، من زنمو نمیتونم خرجشو بدم، میخوام طلاق. نه اگه میگفتم منو میکش. خاطر همون الان کون میدم، پول زن و بچه‌مو میدم، خرج بچه‌هامو میدم، ولی چی از دیوار کسی بالا نمیرم، جلو مردمو نمیگیرم. آفرین بگو ماشاءالله. ماشاءالله ببین من کار بله ماشاءالله مال خودتن به کسی ربطی نیست. هاده نگاش هم مکن ها نگاه چیزه آقا معلوم من برم دستشوی یه نوار بهداشت دارم، حکیم خانوم میاد. اوکی برو نوار بهداشتی خوب بنا برو. من آقا معلوم با بچه ها 2 دقیقه صحبت کن، من کامنت ها رو باز کردم، برم نوار بهداشتی رو بذارم بیام حکیم میاد. اوکی برو بونه که این لازمه، نوار بهداشتی لازمه. برو حکیم خانوم بیا با آقا معلوم صحبت کن، معلوم میاد. بیا یا که جالب شد تو فیلم نامی مگه نه
برو آقا معلول مان حکیمه بده نه حکیمه 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 خانوم بیا دیگه حکیمه کجا نرفتی تو؟ هاشین سلام حکیمه خودتی؟ سلام علیکم سلام شوهرت خیلی داشت تعریف از تو میکرد خوبی آقا معلول بله شما که خوب باشی ما هم خوبیم بنده باشه حکیمه هستم چیز 30 ساله خانم آریان جون خانم آریان جون واقعا آریان بهترین انتخاب کرده شما شما حتی با اون کار آیدن هم اوکیید مشکلی ندارید نه آقا معلول چیکار کنم دیگه بچه خرج داره از اینی که شوهرم بره دزدی کنه کون بده بهتره یعنی دزدی نکنه کونم نده نه میگم آقا معلول میگم از اینکه مثلا شوهرم دزدی کنه کون بده بهتره آفرین الان یه چیزی از زبون مثل کدیمی اگر نه کن بده پادشاهی کنم چه هست خودت بهتر بلدی خب چی آقا معلول خیلی خوش آشان. من برم بچه ها شیر میخوان بدم آقا آریان میاد خوش شیر پاکت بگو به اون شیر پاکیتی بده دیگه شیر پاکیتی میاد شیر خودت داره میدی بهش خب من بچه ها فقط شیر خودمو میخورم برو شیر خود را بریز در گلوی جوانهای کودکان بچه هایت من آقا معلول خیلی خوشحال شدم آریان جون الان میاد فعلا خدافظ برو آیلن بیا سلام ببخشید من اومدم سلام به روی ماهت آلیه چطوری آینه با حکیم خانم صحبت کردی؟ آره صحبت کردم پرسیدم ناراحت نیست از این که تو داره میدی؟ گفت اصلا ناراحت نیستم بذار بده و نگاشم نکن باشه قربونه باش با حکیم جون برو به بچه ها شیر بده من الان با آقا معلول صحبت میکنم خب آقا معلول بفرمایید سوالتو بگو حالا که تو من سوالی دارم میپرسم که تو دیگه مشکلی نداری من سوالی تو کف و جیمم نیست فقط نگاه میکنم به نظر من هم تو هم خوشگل که هستی دیگه سوالی تو کلی من نمیاد سوالای خوب بپرس از اینایی که چقدر کون میدم چقدر دادم چقدر مشتری ها آقا باش خوب که سوال خودت طرح کردی واسه بنده نگاه کن مقدار کون دادنی اکثرا به کدوم شهری بیشتر میدی مرسی بابت سوال قشنگید آقا معلول من عاشق چیزی ها هستم من عاشق جنوبی ها هستم چون میگن خیلی آدم های خونگر میان کیراشون هم خیلی کلفته خونه خدا به جنوبی بچه بده بده به دوبه چی اونه که تلوته نه پولی بیشتر دن در هم بیتدن من اصلا پول برام مهم نیست من فقط برام خدمت مهمه من فقط میخوام مشتری ازم راضی باشه من دارم به خلق خدا خدمت میکنم من پول نمیگیرم یعنی تو پول نگیری کار بی تو دختر نگاه کن دختر بودو به دویچیون پول آده عربیون آده اونشون هم قوی هم محکم هم. یعنی سفت هم. خب یعنی چی؟ یعنی شما جنوبیا کیر نداری؟ ما داریم خب نمیخوام بچه های شهرمون جلگی بشن خب جلگ من میام جنوب بهشون به همه شون میدم بود بینی تعداد بالا نا آقا تو یه چیزی تو ضمانت بچه های جنوب رو میکنی؟ من میگم همه بریزن دایره کرد همین الان همه بریزن چکو چی کنه جنوبی نه میگم من بیام جنوب تو ضمانت بچه محلاتو میکنی؟ کار
یادت نباشه. خب اوکی، پس من به خاطر تو، پس تو رو من رو، چون من تو رو قبول دارم به عنوان مردونگی، معرفت تو قبول دارم، کی غلام کیرتم هستم، پس من به هوای تو میام جون. ولی باید به این ضمانت بدی که هوامو داری سالم از جنوب برمیگردم خونه. آه پس سالم فکر نکنم پی تو به کل نادم، چون که سالم با تو نانوسن. نه منظور از سالم این که اوکی میتونم مثلا به نظر تو یک روز تو جنوب باشم چند نفر منو میکنن؟ اگه چند نفر حدودن صد نمیگم 20 نفر میکنن. خب 20 نفر که ببخشید، خب من الان روزانه دارم روزی 30 بار کون میدم، 20 تا که چیزی نیست. خب حل دیگه اوکی اف بوده. خب اوکی، پس روز 20 اگه 20 تا بکنم خوبه. اوکی بعد یه سوالی، میتونم مشتریامو بیارم تو خونه تو بدم؟ تو خونه ما یا خونه ما نیا ممددم کنم خونه بعد بدم سویت به تو پیدا کنم. خب کجا برم کون بدم به بچه محلتون؟ این هم غمت نباشه، آدم هستن همون که مرتزن خونه هم با توکیه کن خونه میدن. اوکی پس درسته. اوکی خب حالا من از تو میپرسم، تا روزی چند بار جغ میزنی؟ جغ والا دیگه من نمیزنم، چون که دیگه به درد من نمیخودم. خب اوکی نه الان دیگه نمیزنی؟ نه دیگه، من میخوام بدن میخوام وعدش دادم میکنم، میگن لاغر میکنه و فلان میکنه و سخونت ضعیف میکنه، ضعیف میکنه و به مفصل تناسلیت آسیب میزنه. دیگه نمیزنیم. دیگه نمیزنی؟ اوکی. خب دیگه قبلنا روزی چقدر مفصل آسیب میزنه دیگه؟ قبلنا روزی چقدر میزدی؟ قبلنا سر کیفی بود. چند بار؟ گاهی وقتی فقط برای این میزدم، فقط برای این میزدم که سیخ نشه آبوی مجلو ملت نبره زشت دیگه. آره. خب روز چند بار؟ یک بار. روز یه بار. وقتی جغ میزدی، وقتی جغ میزدی فکر میکردی یا نه فیلم نگاه میکردی؟ اصلا فکرم نمیکردم. وقتی سیخ شده فقط میزدم. من کلن فکر نمیزنم، میرم کلن دو سه ساعت، شاید هم بیشتر از دو سه ساعت تو همومم، بعد نگاه میکنم فقط شاش میکنم. شاش میکنی؟ اوکی درسته. تو بپرس. من چی بپرسم ازت؟ یعنی که هرچی دوست داری. موزیک قشنگ گذاشتن. بپرس دیگه زود باش. شما اگه پسته چه داریش نداری؟ خب کونم دیگه. یعنی ریشو تو زدی؟ آره دیگه، من لیزر کردم ریشامو زدم. اون پایین هم لیزر کردی؟ همه جا رو لیزر کردم. خب به من بگو، تو الان که دار کون میدی، خب اون تویه اون یکی هم بکن اونم بده. پس اگه اینو بکنم زنم رو چجوری بکنم؟ این هم یه حرفیه. صدای موزیک میاد؟ خب یه کار دیگه هم میتونی کنی، تهویهش زیر گون بذاری. یعنی چی؟ یعنی مثل همونشون که میکارن. صدای موزیک میاد؟ اون چیز خوشو بر نمیدارن. صدا موزیک میاد؟ نه. خب اوکی درسته. خب بپرس دیگه. من پرسیدم، خود تو هم گفتی که من نمیتونم بدونم نمیتونم بکنم. روز هفت ماهی سال چند بار میری هموم؟ هموم که من میرم هفته جمعه تا جمعه برای نماز جمعه، که ما هم خیلی زیاد نمیخونی، ولی جمعه تا جمعه همون میریم. جمعه یعنی تو هر روز دوش نمیگیری؟ نه. پس دوشیم چرا؟ آخه هر روز مگه چیم؟ ما بدم دکتر یا
کل فروش دوا فروشی ما هستن یا دارو خونه هم هستن که هر جمع بشون هم خب دارو خونه که هفتم خود داره بیرون نانم که کسیف بشم. خب نه بس نیست، پس تو الان کسیفی دیگه، هفته یه بار میشوری خودتو. چطور کسیفم؟ من که دودولم رو میشورم، همه چی رو میشورم، صورتم رو میشورم، دستام رو میشورم. یه لحظه سب کن. درسته کامنت ها رو میبندم چون جریمه اید، باز نمی کنم. اوکی خب ادامه، تو بپرس از من. موها تو کجا کوتاه کردی؟ خودت کوتاه کردی؟ من خانم هم آرایشگره، حکیمه، موها ما حکیمه زده. خب این موها تو کوتاه کرده. آره درسته؟ آره کامنت ها رو بچه ها میبندم چون بچه ها تا یک هفته جریمه هستن. مدیر برنامه هم تو لایو هر کی کامنت زشت بذاره میده برام که بلاکشون کنم. ادامه بده. خب نگاه کن، میتونی توی همین اینستاگرام یکی و مدیر چی کنی بزنی روش، یکی مدیرش هر کی که برای بیرا میگه فوش میده حبزش کنی یا بلاکش کنه. نه الان این کارو کردم، نسرین خانم که مدیر برنامه هامه، حالا هفته دیگه که کامنت ها باز شد همه را میذارم که بلاکشون کنه، چون نمیذارم هر کسی لایو منو نگاه کنه. اوکی ادامه بده. خب بپرس. چی بپرسم؟ هر چی دوست داری. تتواتو کجا زدی؟ من تتوامو، من پسرم تتو کاره. پسر تتو کار، همه که فکر فامیل تتو کار بکن. من خوب خانومم آرایشگره، پسر کوچیکم تحت و کاره، پسر بزرگم هم چیزه اپلاسیون میکنه. اپلاسیون یعنی چی؟ اپلاسیون یعنی همین که مثلا پشم و کس و کیر اینا رو میزنه. آه اونا پتاشون رو میزنه. خب بگو این میزنه موبر میزنه اپلاسیون میکنه پتاشون رو میزنه. بگو لیزر میکنه تموم شده دیگه. حالا من از تو میپرسم چیزه، تو 20 سال چند تا دوست دختر داشتی؟ دوست دختر داشتیم زیاد. چند تا؟ نمیدونم، میان دوست تا میان میرن، میان و میرن. نه 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 کلا تو 20 سال، تو 20 سال چند تا دوست دختر داشتی؟ یکی داشتیم مریم قدمساق بود، ما دوست نداشتیم. مریم دوست نداره. خب نه کلن چند تا داشتی؟ یه دونه داشتی تو 20 سال؟ نه فاتی داشتیم، فاتی داشتیم، شوهر کرد گفتم تو جای خواهرم. خب فری داشتیم، عاشق ما نبود، عاشق ماشیشوتی بود، رفت پی ماشیشوتی. خب معناز داشتیم، عاشق فالوور بود، دیدم منو دوست نداره، فالوورم رو بیشتر دوست داره. تلکشو کندم. تلکشو کندی. دیگه کی بود؟ دیگه پلیس بود که پیداش شدن. خبر ازش نداره. فعلاً پیداش. اوکی درسته. پس همش شکست خوردی تو رابطات. بله من شکست خورده حرفه‌ایم. شکست خورده حرفه‌ای هستی. چی مسواک میزنی؟ مسواک نه. مسواک نه. خب بعد دندان میزنی؟ دندان. آره دندان. دندوناتو ببینم. آره با اینکه مسواک نمیزنی دندونات خیلی سالمه، چرا؟ ما نگاه کن مسواک نمیزنیم، انگشت داریم خمیر میمالیم و انگشت رو میشافیم. آه میشورین درسته. خب تو بپرس. گوشواره طلاه؟ گوشوارم الماسه. چند خریدی؟ اینو من چیز کردم وقتی که رفتم خواستگاری خانومم، چون من پدر خانومم، پدر زنم یعنی بابای حکیمه، یکی از پولدارترین توی دبی، یکی از تاجرترین معتبرترین چیزو داره، بیزنس داره تو فروش مبل و فرش و ایناست، فرشای ایرانی، مبلای ایرانی. بعد موقعی که من رفتم خواستگاری حکیمه، توی شب اول که رفتم خواستگاری، بعد اینو پدر خانومم توی چیز کرده بود، توی پلاستیک فریزر کرده بود جلوی ما گذاشت، گفت این هدیه من به داماد عزیزم.
بعد به در خانومت مریادره بله و نمیتونست شما زیر بال پدر خودش بگیره؟ خیلی گفت. ببین من یک چیزی بهت بگم، من تو خونم غیرته، من اجازه نمیدم کسی خرد. ببین فکر نکن من خیلی با غیرتم، من الان برم در الان من الان برم دم زندان با کارت ملیم 4 تا زندانی آزاد میکنن، اینقدر سرشناسم من، با غیرتم من از 2 سالگی دارم رو پای خودم کار میکنم، باورت میشه؟ سالگی بابا 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 دست من... بچه های من... کار رو پشت بسی. آره ببین من حمیل پدر خانومم اینجاست، الان اینجاست، میخوای اگه میخوای با خودش صحبت کن چیز بیارش با اونم میام صحبت کن بیارش. الان آقا جمشید اینجاست. سلام، خوبی؟ ببخشید من دارم صحبت میکنم. خوبی؟ نه کجا میرین؟ یه دقیقه با چی صحبت کنید با آقا معلول بعد برید هر جا میرید. باشه الان میرم. یه دقیقه الان آقا جمشید پدر خانم من الان خودش اینجاست، من تعارف ندارم. چرا آقا جمشید پدر خانم من چرا چیز نکرد، چرا طلاق دخترش رو نگرفت از من؟ چون میدونست که من با غیرت عاشق غیرت من شد، میگه من برام مهم نیست تو مثلا دامادم کونی باشه، ولی همین که دستش تو دهن خودشه داره از کون خودش پول در میاره و خوراک بچه و خرج بچه و زنش رو میده، همین برای من کافیه. و به خاطر همین خیلی بهم پیشنهاد داد پول میدن، گفتم نه من خودم با خودم کار میکنم، من الان کون دارم، کون میدم، خرج زندگی زن و بچه‌مو میدم. الان من میرم نوار بهداشتی بزنم، آقا جمشید میاد، کامنت ها رو باز میکنم، با بچه‌ها صحبت کن، با که آقا جمشید بیاد از خودش سوال کن. اوکی اوکی آقا جمشید یه لحظه بین با آقا معلول صحبت کنید، من الان میاد، الان خودش میاد. خب صحبت کنید تا جمشید. سلام دوستان، چطوری شما؟ چی کار دار میکنید؟ جیمم نمیشتم میکنم. خب دوستان چه خبر؟ دارید چی کار میکنید؟ با کی داره میچرخی؟ فلان بهمانه؟ چه کاره که شما دارید میکنید؟ با 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 و و غیره و غیره. خب تو که راست میگی، ما که دروغ مشکیم، تو که راست میگی. بله بله چه سیویدی داری تو؟ مشتی خان آقا جمشید هستم، کوچیک شما، پدر خانوم آریان جون. خیلی خوشحال شدم آقا معلول، بفرمایید با من میخواستی صحبت کنی؟ بله آج آقا چه خبر؟ شما خوبی؟ زنده باشید. بفرم، من میخوام برم بیزنس دارم، منتظر مشتری. بفرمایید به من بگید مقدار درآمد شما چقدره؟ من چیز دارم، من فروشگاه مبل و فرش ایرانی دارم تو دبی. خب میدونم، تازه فهمیدم. میخوام بگم مقدار درآمد شما چقدره؟ من درآمدم ماهی 3 میلیارد دلار. 3 میلیارد دلار. آره خیلی خوب در میاری. خوب در میاری. خوب داری در میاری. خوب. چرا دوماد تو زیر بال پدت نمیگیری؟ به خدا قربون دهنت بشه، خدا دهنتو گل بگیره. من آقا معلول 1000 بار به دامادم آریان جون گفتم کون نده، بیا من خرجتو میدم، خرج دخترام میدم، خرج نوامم میدم. این پسر رفت هر چی گفتم گفت نه، گفت طلاقمو بگیر ولی خرجمو نده. گفت من میخوام خودم خرج زندگی زن و بچه‌مو بدم. خیلی آریان با غیرته. خب تو اگه نمیومد بهش خرجشو بدی چرا بدی خرجشو بدی؟ بیا بیا پیش من کار کن بچه کونی، بیا پیش من کار کن. اینجوری بهش میگفتی دیگه؟ بهش گفتم بچه کونی بیا پیش من کار کن، خب بیا به خودم کون بده، به مشتریام کون بده. گفت نه. چرا
نخود، تو همون کونو میدی. دیگه چی میخوای؟ منم پولتو بگیری پولت هم میدی. آقا معلول شما میشه باهاش صحبت کنید با آریان جون بگین دیگه کون نده؟ این کله پیشه هیچی تو کلش نهادتن. منم صحبت کنم نهادتن. این من گفتم خب بره پیش بابات بده صحبت کن پیشم شوید که چی بودی شما؟ چی کارش بودی؟ من پدر خانومشم هاش قاسم. هاش برو پیش آقا هاش قاسم کار کن، پول لبیاد کونتو بده، کونتو بده دمه بذارم درد قشنگ آبشونم بریزن توت دیگه. پولتو هم بگیر. چرا خودتو اذیت میکنی؟ هم از اون رو پول میگیری هم از اون رو. نمیدونم دیگه چیکار کنم آقا معلول. تو کله این آقا نارد مگر تو کونش آریان زیر به خواهد مردشون رو دست کشه فقط کون میده، هیچ تو کلش نیست. آقا معلول من باید برم، مشتری ها منتظرن، میخوام مبلاشون رو بگیرن. آریان جون رو صدا میزنم نصیحتش کن بگو کون نده، تو زن داری بچه داری، بیا زیر دست خودم کار کن. خانه تو قرار بود کون بدی؟ نگاه کن بعضی ها خیلی خطرناکه، عفونت میکنه. و اوکی با خودش صحبت کنید، من میرم التماس دعا فعلا خدا. برو 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 آریان جون بیا برو، دوستت منتظر. بودو بودو آریان بودو آیلن آیلن آریان جان شاهرخ ابراهیم عبدالپولی آریان جونم بیا پیش من. خوشگلکم. چرا مثل آدم رفتار نمی کنی وقتی زن شو بگم بپ زنت، یعنی همون بپ زنت بهت میگه که تو باید بیای پیشش کار کنی، چرا این حرف تو مغزت نمیره؟ شاید مغزت فرو نشه، باید تو کونت فرو کرد، درسته؟ نمیدونم ولی من دو چیزه آقا معلول، من دوست ندارم که برم زیر دست خودی کار کنم، زیر دست پدر زنم کار کنم، دوست دارم خودم تنها با بیزنس خودم رو داشته باشم. اگه من پدر خانومم 3 میلیارد در میابود الان نمیشستم کار کنم، میرفتم زیر دستش کون که سهله، اینم میدادم دهنم میدادم. شما دیگه شمای من منم. ها من تو یا بکشیم یا چیز. اوکی آقا معلو شما سوال تو بپرسو که دیگه من الان مشتریم داره میاد، بعد لایو ببندم. خب شما دنیای رو کامپوزیت کردی؟ نه دنیای خودمه. نکردی؟ دنیای ریزی داری؟ شما اینجا نصباح کردید؟ اینجا آره، اینجا میدونی چیه جریانش؟ اولین مشتری که منو کرد خواهش رو جا گذاشت اینجا. این خواهشی کلوکو بوده؟ آره این الان خواهش مشتری اولمه. یعنی از کجا زده که اونجا جا گذاشته؟ یعنی اینجا سلاخ کرده؟ آره نه، من داشتم برایش ساک میزدم، بعد اینکه کیرش دهنم بود خایاش آویزون بود دیگه، خورد خود رفت تو گلوم گیر کرد. بعد میتونی نفس کدام میکشی؟ یعنی عزتت نمی کنه بعد این موقع؟ نه خب من هر دفعه که غذا میخورم یه خایم باش میخورم. بعد این خایه که خوردی مزهش جوری بود؟ مزهش جوری بود؟ مزه خایه برای من. تا حالا چیز خوردی؟ جیگر مرغ؟ جیگر مرغ؟ آره خوردی؟ آه شبیه مزه خایه شبیه مزه جیگر مرغه. بعد تا جایی که میدونم دانشمندا گفتن که همون نطفه، همون آبی که از اون بیاد مزه شورمانه نیده. دانشمندا گفتن چون که اساس تأکید و چی؟ چون گوشت انسان کلن شوره. بله و مایه که در میاد مزهش هم شوره. بعد این مزهش که میده تو دهنت این باعث عفونت چیزی نمیشه؟ چون این گلو چیکه میکنه؟ توی لای دندونم گیر میگیره. من چیز نمیخورم، من آب نمیخورم، چون اگه آبشو بخورم حامله میشم، لوله گذاشتم.
یعنی حداقل معامله میشی؟ من از هر جا الان ببین، من الان میدونی من انقدر تخم دانم، رحمم انقدر قویه، من الان میرم تو بیرون عینک میزنم، اگه طرف کیره طرف نگاه کنم حامله شدم. تمام، یعنی شما به طور ژنتیکی بدونی که کسی ازتون دست به جونتون بگیره حامله میشید؟ من بله، من بابت که خیلی شما الان فعال تو شکمتون رحم دارید، رحم دارید، هم حالت تناسلی دارید، هم رحم دارید، و همون طریق هم بچه دارم میشید، هم میکنید هم بچه دارم میشید، هم میدید هم میکنید هم بچه دارم میشید. اجازه بدید من کامنت ها رو ببندم، دوستان نتونن از تو لایو لذت ببرن. مرسی. من از تو چیز، من از تو کونم حامله میشم عشقم. تا جایی که من میدونم که دانشمند ها گفتم از طریق کون حامله نمیشن. بله بزنی؟ بله عزیزم، آپدیتش اومده، خوندی؟ آپدیتش اومده پا جونم. بله من عادت جدید هستم، من از تو کون حامله میشم، دو تا بچه‌م من تو کون زاییدم و دوران حاملگی خانم ما 9 ماهه، دوران حاملگی من 17 ماهه. و تو خیلی طول کشه. بعد وقتی که خارجی میشه بچه درد نمیکنه یا سزاریان میکنی؟ مثل طبیب من... میزایی یا سزاریان میکنی؟ نه من چون به خاطر اعتقاداتم من فقط طبیعی به دنیا میارم بچه‌مو. بچه اولم دکتر گفتش که اگر طبیعی به دنیا بیاری بچه خفه میشه، گفتم بچه خفه بشه برام مهم نیست، ولی من باید سنتم رعایت کنم، من باید طبیعی به دنیا بیارم و خدا با من بود، بچه اولم رو ریدم و هیچ مشکلی پیش نیومد. خب پس تو بچه تو طبیعی به وجود بودن و مقدار دردی که احساس میکنی از این حالت که درد میکنی درد داره برابری با زنانی که باردارن و حاملن میخوا بچهشون بذارن داری یا نه، یا بیشتر مال تو؟ ببین من یه مثال قشنگتر بزنم متوجه بشی. ببین فکرشو بکن، 10 تا کیر همزمان میره تو کون تو، یک زایمان منه. اگه این همه 10 تا بده که من مردم. خب دیگه تو مردی ولی من زندم، چون من بالاخره یک کونم، من آفریده شدم برای بچه به دنیا آوردن و به خاطر همین صبورم. اوکی. نه به صبوریش نیست، به خاطر دردشه. خب دردشه وقتی که یک کسی میخواد ببخشی بچه به دنیا بیاره درد داره دیگه. ببخشید من 17 ماه بچه‌مو تو کمرم نگه میدارم. من الان 17 ماه زایم جان. همگامی که بچه به دنیا میاد باعث ماهی دیگه شدن، آمدن خون، آمدن آب و آمدن مبس مثلا آلت همو چیز تناسلی یا چی آسیب میرسونه. زنها بخوان بچه دار بشن باعث میشه که مثلا اون زیاد ازشو خونریزی بشه و باعث میشه که چیشون هم اذیت شه و ناخواسته اعتراض کنن. بله فشار میاد روشید. شما هم که بچه میارید و ناخواسته دستشویتون هم میاد، درسته؟ من وقتی بچه هم میاد ناخواسته میرینم. بله آره، چون که این اتفاق هم میفته، چون که درد فشار میاد و اون چیزی که خارج میشه خیلی درد ماکن. خانواده یه موزیک رو قطع کنم؟ بعد بکن ما ممنون، مرسی لطف میکنی. خب بگویش همه ادامه بده. خب بعد از اینکه بچه بودن یا میاری، خب به بچه شیر میدی یا شیر پاکیتی میدی؟ من وقتی که بچه‌م به دنیا میاد شیر میدم. من الان سینه ندارم ولی وقتی که بچه‌م به دنیا میاد ساعتهای اول سینم تا 90 میره بالا. بله بعد تا 90 سان شیر میدی به بچه، بعد شیر خودت هم میدی، میدی بهش بخوره نوش جان کنه. بله تا یک سال شیر میدم، بعد که یک سالش تموم شد شیرم سینه ها دوباره برمیگرده به حالت قبلی، صاف میشه و دوباره اگه حامله شدم روز زایمانم سینم میاد بیرون تا 150 میره. 150 خیلی گپ بودن. خب خیلی زیاده. خب این یکی از خصوصیت های منه، توانایی های خاص خودته که تو باید من از یه زنه بزرگ میشه. بله
بله. الله شما قضا با مشتری برسید درسته؟ بله من منتظر شما هم دیگه، هر وقت شما اجازه. الان مشتری اینجاست، چیز آقا رسول اومده، اگه خواستیم باش صحبت کنیم. اگه بخواه مشتری برسی تا من مزاحم نشم خب برم دیگه. نه اگه خواستیم آقا رسول اینجاست، اگه میخواین یه سلامی بکنید یه صحبتی باش بکنید، لایو رو ببندیم. خب این آقا رسولتون رو بیارید صحبت و سلام کنیم دیگه، شما و عزیزت آزار ندید، شما هم به مشتریاتون برسید، من هم دیگه کم کم صرف زحمت کنم. بگو تا بیا. من کامنت ها رو ببندم، کامنت ها رو ببندم تا بچه ها نتونن لذت ببرن از این لایف. اوکی چیز آقا رسول یه لحظه. نه من آماده، من دوش گرفتم، کونم رو تمیز کردم، گوهاره کشیدم بیرون، همه کاندوم اینا همه آماده است. یه لحظه فقط بیا با آقا معلول صحبت کن، یه سلامی بکن که لایو رو قطع کنیم ما بریم رو کار. عشقم پولتو بذار اونجا عشقم، حالا اگه نداری بذار دفعه بعد قربونه. نه بذار رو میز عشقم. چقدر بردی؟ 100 تومن؟ و دفعه پیشم ندادی یا قرار بود 200 تومن بیاری. میبینی؟ بله دیگه مشتری ها این دیگه وسط هر کاسب کاریه، کاسب کاری هم یه مشکل داره. آره. آقا رسول دفعه پیشم اومدی کردی پولیتو ندادی، گفتی که من دفعه بعد میارم، الانم فقط 100 تومن آوردی. ولش کن خدا گورت بده، تو که اصلا آدم نمیشه. بذار 100 تومن تو بذار اینجا، یه لحظه بیه با آقا معلول صحبت کن تا من برم. من برم لباس بپوشم خودم آماده کنم داگیرو. باشه 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 تیک آقا رسول صحبت میکنه بعد لایو میبنده دیگه، خدافظ. اوکی آه اوکی 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 با بچه ها صحبت کن تا بیاد. سلام بچه ها چطوری؟ خوبی؟ کامنت ها من بستم و کی گر بزنم اول فصل کون پیدا کرده، کون اول فصل بوده که کون پیدا کرده. با بچه ها صحبت کن تا آقا رسول بیاد. آقا رسول بوده بوده که دلم واته بودن. آقا رسول آقا اول فصل مشهد بلاگر استیلی دنبال شما شما ما کننده شما فر فر فرش دیوان کابل اترو سوره. با 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 آقا شما میخواید در آریانو بزنی؟ آقا رسول هستم کوچیک شما بچه اندیشه، بچه اندیشه شما میخواید در آریانو بزنید؟ بله من میخوام بزنم، این شب میخوام درشو بزنم پارش کنم. خب خشکه میخوای بزنی یا تر میخوای بزنی؟ روغن بنفشه آوردم. اوه پس روغن بنفشه آوردی، خیلی خوبه. شما قبل از زدن چی میگی؟ چی میدم؟ چی میگی؟ چی میگم؟ چی فقط میذارم در کونش، چی میگم؟ آه بعد در کونش میزنی یا شپلکس؟ شپلکس هدوز هدوز میزنی هدوز داره. بعد این چطور کونش خوبه یا نه؟ اولین باره میخوام بکنم. چرا دروغ میدی؟ خودش داشت میگفت که یه بار اومدی پول ندادی. اون داداشم بود، با داداشم اشتباه گرفته. ما دو تا داداش دوقلو هستیم، دو تایی مون اسمون رسوله، اون اومده بوده. اصلا قبول نیست، دو تایی تو اسمش نباید رسول باشه. یکی باشه مسئول تو باشی رسول. دو تایی مون رسول گذاشتن، شبیه همین اشتباه گرفته با اون. من اهل از این حرفا نیستم، من پول میدم کول میکنم. آفرین، کارت درسته. کسی که کونین کسی که کونین باید بشافی بین. اوکی آقا چیست؟
چیز آبالور من باید برم، آریان الان آماده است، داگی کرده، باید برم بذارم درش. خیلی خوشحال شدم. خب درشو بذار به یاد من، دو تا بونو بهش برو. به یاد شما دو تا میزنم، میشه 6 تا قبلا میزدم، دو تا روش 8 تا. من باید برم، کونش آماده است، الان داره لپ لپ میکنه. خیلی خوشحال شدم باهاتون هم زبون شدم. مرسی که تو لای واریان اومدی، چاکرتونم. برو فقط بزن بزن بزن، تو فقط بزن. آریان میفرستم هفته بعد چیز کیش شهر شما جنوب، خوب بکنینش. اوکی اوکی شما التماس دعا، خدا نگهدار، خدافظ.